آقای امیرحسین بهبودی، همونطور که میدونید پس از افشاگری اسماعیل بخشی درباره شکنجه در زندان، کارزاری با هشتگ من هم شکنجه شدم به راه افتاده. ابتدا می‌خواستم از تجربه شخصی خودتان بپرسم. شما سال‌های 62 تا 67 در زندان جمهوری اسلامی بودید. کتاب خاطراتتون چند سال بعد از اون منتشر شد. تجربه شما از شکنجه چه بود؟ آیا اون زمان بازجوها داخل زندان برای شکنجه زندانی‌ها دلیل و توجیه هم می آوردن؟ اون سالهای نخست تثبیت جمهوری اسلامی در فضای عمومی بحث درباره شکنجه چگونه بود؟ این واژه شکنجه همیشه مترادف هست با ایجاد درد و رنج فراوان جسمی و روحی، ولی شکنجه فقط تحمیل درد و رنج نیست. مهم در اینجا محدودیت زمانی و یا نامحدود بودنشه. حالا به عنوان مثال دو حالت رو در نظر می گیریم. در حالت اول شما رو به خاطر اینکه در زندان مثلا یه ترانه‌ای خوندید، سرودی خوندید، اینها به 10 ضرب یا 20 ضرب شلاق مثلا محکوم میکنن یا میگن باید این شکنجه رو بشید، یا اینکه 10 روز تو سلول میکنید. مقدار این شکنجه، یعنی در واقع زمانش، یک مقدار معین و محدودی است. این یه حالت اول. ولی در حالت دوم، حالا مثال بزنم چجوری پیش میاد، حالتی که برای اینکه اسم و آدرس رفقایی رو که مخفیان یا ناشناخته هستن، رفقای تشکیلات خودتون رو بهشون بدید، یا علیه اونها یه دروغایی مثلا علیه رفقای سازمانیتون بگید و به طرز مشمئز کننده ای مثلا بیایید تو تلویزیون اعترافات تلویزیونی بکنید علیه اونها، به تخت شلاق میبندن و میزنن که اینها رو بیایید بگید یا این رو قبول بکنید. مثلا حرفی از تعداد ضربات، زمانش، هیچی نیست. حکم مشخصی هم وجود نداره. اونقدر میزنن تا خواستاشون رو بپذیرید. یعنی اسامی رو بدید و آدرس ها رو هم بدید. خب در این حالت دوم اگه دقت بکنید، رنج و عذاب کیفیت دیگه ای داره. پایان دادن به این عذاب انگار در اختیار خود زندانیه. یعنی اینکه اگه اسامی رفقای خودم رو بگم، آدرس بدم، شکنجه قطع میشه حتی بعد از سومین ضربه شلاق. ولی اگه این کار رو نکنم، خب ادامه پیدا میکنه، به هیچ پایانی هم نداره. یعنی واقعیت اینه که اینقدر ادامه پیدا میکنه تا من تموم کنم، یعنی بمیرم مثلا، یا اونا خسته بشن. اونا هم به این راحتی خسته نمیشن. البته پیش میاد، روزها طول میکشه، پیش میاد که بازجو به این نتیجه میرسه که این فرد حالا به هر دلیل کله شق یا یه وضعیتی داره که نخواهد گفت، یعنی این همینطور داره مقاومت میکنه. بعد اگر احساس بکنه اطلاعاتش به این نمیارزه که این رو بکشه، ممکنه کوتاه بیاد و خسته بشه و بگه نه این دیگه حرف نمیزنه. این مورد زیاد نیست. فرض کنیم که شکنجه همون کابل باشه، کابل به کف پا. ضربات شروع میشن. بازجو میگه هر وقت خواستی بگی انگشت بر بالا. آخه میدونین که دست و پا و اینها رو میبندن به تخت و چشم بندن میزنن تو جایی رو نمیشه دید. در نتیجه میگه هر وقت میخوای حرف بزنی، یعنی همون اطلاعاتی بدی یا بپذیری که بیای مصاحبه بکنی تو تلویزیون علیه خودت و سازمانت و همه چیز، انگشت بیار بالا. اینطوری انگشت بیار بالا. اصلا نمیتونه آدم فکر بکنه. ضربات سنگین، سریع، خوش، واقعا دیوانه کننده است و بی نهایت هم دردناک. دست و پا میزنی، پتو سرباز زیر رو دهنت میزنن محکم و شدت ضربات هم اینجوری است که منظم هم نیست. اینی که میگم منظم، واقعا نامنظم بودنش بیشتر فشار میاد. چون آخه من هر دو تو تجربه کردم. وقتی منظمه یه مقدار آدم به هر حال راحت تر میتونه تحمل بکنه. درست موقعی هم که اینو گذاشتن رو چشماتو، یعنی دهنتو بستن، دماغتو بستن، دیگه داری خفه میشی، اون لحظه ور میدارن پتو رو از رو دهنت و تا اینکه یه نفسی بکشی که بتونی بخوری دوباره، نه اینکه راحت شدی و اینا. این بازجو، یعنی همون سرباز گمنام، هم میگن سربازان گمنام هم زمان، در اون لحظات هی داد میزنه و نعره میکشه، میگه که میخوای بری، بگو قراراتو، بگو اسما رو، بگو راحتت کنم، یعنی مصاحبه بکن تا راحت بشی، یا مثلا اسما رو بگو تا راحت بشی. این یه مقدار سعی کردم تصویر کنم اون حالتی که اون لحظات وجود داره. من اون موقع توجیهی یا دلیلی از بازجوها برای علت شکنجه نمیشنیدم.
یعنی به من چیزی نگفت. حرفای در مورد اسلام و زندان و تعزیر میشنیدم. ولی بارها از بازجو بخصوص لاجوردی شنیده بودیم من و دیگران که ما در اسلام زندانی نداریم، یعنی نباید داشته باشیم. یا مسلمانی و موافق نظام، یا اینکه که آزاد میشی، یا مخالف و معاند هستی که باید حکم الهی در مورد اجرا بشه. حکم الهی هم منظورش اعدام بود. دو اتاق شکنجه هم میگفتن اتاق تعزیر، منظورشون هم از تعزیر همون کاب زدن به کف پا بود. یه بار بازجو که میدونست من زمان رژیم قبلی هم زندانی سیاسی بودم گفت ببین ما مثل رژیم صاحب شکنجه نمی کنیم، فرق ما فوقش تعزیر می کنیم. حد اکثر این رهبرهای سیاسی که میان تلویزیون رو از خودشون و از سازمانشون و حزبشون رو رد می کنن، اظهار پشیمانی می کنن، اینا به خاطر شکنجه نیست. بهش گفتم پس چرا ده ها سال عقیده دیگری داشتن اینها، بعد میان تو دو ماه یا یه ماه یا سه ماه پیش شما بعد عقیدهشون عوض میشه، چه اتفاقی میفته اینجا؟ گفت واقعیت ها. اینو تو تلویزیون هم بیرونم شنیده بودم، واقعیت هایی که اینجا میبینن اینا رو عوض میکنه تو همین یه ماه دو ماه، دیگه تو حصار تشکیلاتی نیستن. این حرفا رو میزدن. گفتم خب بیا اینجا تو این اتاق. یه لحظه به این فکر کردم این چرا اینا رو داره به من میگه، خب این که میدونه که این همه چیزی نیست. گفتم ببین اینجا تو این اتاق که هم تو هستی و من، کسی دیگه ای نیست که، برای کی داری این حرفا رو میزنی؟ خب این پامو نگاه کن که بعد از دو ماه سه ماه گذشته بود، اون موقع هنوز پانسمانیه. خب اینو شما مگه نکردی این کارو؟ این اسمش چیه؟ این میگی تعزیر. گفت یعنی میگی شکنجه شون کردیم؟ دوباره با پروی این رو میگفت. گفتم خب معلومه با شکنجه زیاد زندان رو مجبور میکنید مصاحبه بکنه. گفت بریم پایین، تو درست بشو نیستی. منظور از پایین هم زیر زمین بود. زیر زمین هم یعنی کابل و شکنجه و اینا، هم اتاق تعزیر. که با اون که یکی از شعارهای انقلاب در اصل آزادی بود، بسیاری از مردمی هم که یعنی زندانی سیاسی نداشتن، یعنی زندانی سیاسی آزاد باید گردد، یه همچین شعارهایی به شدت مطرح بود اوایل انقلاب، جزو مطالبات و انتظارات مردم بود. اما و ها این قضیه اینقدر پیش رفت که تو قانون اساسی هم یه بندی خیلی مشخص و صریح آوردن که شکنجه در هر حالت به اصطلاح مردود است و کسی که شکنجه کننده تعقیب قانونی میشه. ولی با اون که این اتفاق هم افتاد، علی راستش در عمل در اوایل انقلاب در مردم زیاد مسئله شکنجه مطرح نبود. من یادم نمیاد که خیلی روی این انگوش گذاشته باشن مردم، جدیش نمیگرفتن. در حالی که در اوایل انقلاب اینا میدونیم که این جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب حسابی حمایت توده‌ای داشت، یعنی خواه همه مردم شرکت کرده بودن، انقلاب کرده بودن و این جمهوری اسلامی اومده بود قدرت رو گرفته بود. و به همین دلیل بسیاری از سختگیری ها حتی شکنجه رو هم به حساب تندروی میذاشتن، به حساب اشتباهاتی که خب به هر حال اول انقلاب پیش میاد. اینا به خاطر اینکه انقلاب رو از گزند محفوظ نگه دارن، یه دز انقلاب هم میخوان انقلاب ما رو از بین ببرن. خلاصه این حرفا پیش میاد، خب ممکنه زیاده روی هم بشه. به همین دلیل احساس من این است که اون حساسیتی که الان هست به خصوص به هیچ وجه اون موقع اوایل انقلاب مطرح نبود. آقای بهبودی، به نظر شما کارکرد شکنجه در نظام کیفری جمهوری اسلامی چیه؟ آیا پیوسته به استفاده از شکنجه علیه مخالفان طی 4 دهه گذشته ادامه دادن؟ اگر اینطور بوده چرا؟ این نظام به نظر شما چه سودی از شکنجه میبره؟ این یه خورده تاریخچه داره، ولی مختصر میگم. رژیم جمهوری اسلامی به موازات اینکه خودش رو تثبیت میکرد و داشت تحکیم میشد، همونطور از مردم هم فاصله میگرفت. یعنی اینجور نبود که روز به روز مردمی تر بشه و در این حال تثبیت هم بشه. از هوادارش هی دائم کاسته میشد، خیلی ها رو از حکومت میریخت بیرون، کسایی که اول انقلاب بودن تو حکومت، حتی از خودی هاشون. این روند از همون اوایل انقلاب، یعنی از سال 57-58 شروع شد تا سال 60 به یه نقطه ای رسید، نقطه عطف میشه شاید گفت. اونم اونجایی بود که بین حکومت و مجاهدین و بخشی از چپها، یعنی در واقع خیلی از نیروهای اپوزیسیون درگیری شد، یعنی در واقع جنگ به نوعی جنگ خیابانی و جنگ بود.
تقریبا از همون موقع بود که دیگه بازجویی و شکنجه که قبلا اتفاقی بود، گاهی بود، نمیدونم افراد خودسر این کارو میکردن، به شکل سیستماتیک و منظم جزء حکومت شد. مثلا لاجوردی که داستان انقلاب مرکز بود، یه صنعتی در واقع در سال 60 به بعد راه انداخت، به شوخی بعضیا میگفتن صنعت، صنعت توابسازی، یعنی با شکنجه و اعدام زندانی های مجاهد و بقیه سازمان ها گروه های چپ که برای سرنگونی این رژیم، حالا الزاماً نه مسلحانه ولی بخشاً مسلحانه و بخشاً غیر مسلحانه فعالیت میکردن، اون گروه ها، اون سازمان ها رو واقعاً به خاک و خون کشیدن. یعنی هر روز ما ده ها نفر رو میدیدیم که نه که میدیدیم به چشم، ولی چون تو زندان اعدام میکردن، ولی خب عکسشون رو میزدن به روزنامه ها و پخش میشد با اسامی که اینا اعدام شدن، ضد انقلاب بودن، منافق بودن، چپ بودن، چه بودن، انقلاب، اعدام شدن. واقعا روزهای سیاهی بود، روز و شبهای سیاهی بود اون موقع. پس کارکرد شکنجه در واقع این بود که بعد از 5 یا 6 سال میتونم بگم همه ی گروه ها و سازمان سیاسی ایران که مخالف رژیم بودن، نه که الزاماً مبارزه مسلحانه کرده باشن، حتی اونهایی که نکرده بودن، به لحاظ تشکیلاتی تقریبا میشه گفت که نابود شدن. یعنی اکثر افراد اونها، اون سازمان ها، اون گروه ها یا اعدام شدن یا زندانی یا اجبارا به خارج به اصطلاح مهاجرت کرد. آقای بهبودی، به عنوان پرسش آخر اجازه بدین درباره کارزار من هم شکنجه شدم ازتون بپرسم. به نظر شما چگونه کارزار دادخواهی قربانیان شکنجه و لغو شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی مؤثرتر خواهد بود؟ چه گام‌های دیگه‌ای باید برای رسیدن به این هدف برداشته بشه؟ این حرکت آقای بخشی واقعا شجاعانه، متمدنانه و کم نظیر بود، شاید بی نظیر بود تو این مقطع. ابتکار شجاعانه است ابتکار آقای بخشی، چرا که اومده چشم در چشم وزیر اطلاعات کرده و میگه که آقا بیا با هم مناظره میکنیم علنی، نه اینکه رو نوشته و بگیم من بهتون بگم که شما چه شکنجه هایی میکنید و کردید. خب این حرکت واقعا از این لحاظ کم نظیره، چون خیلی ها ممکنه کرده باشن، اینجور برخورد کرده باشن زندان سیاسی، اما به این شکل با این صراحت و اینقدر مدنی و قانونی بر خودش خشن نیست، به قول خودش واقعا حرکت زیبایی است، یعنی خیلی متمدنانه است. دو تا نکته توی این حرکت هست که یکیش خیلی امید بخش واقعا، یکی اینه که از متن اعتصاب و اعتراض کارگرا در اومد، کارگرا نیشکر هفت تپه به هیچ حزب و سازمانی هم بستگی نداشت، همه میدونن. و نکته دومش که برام خیلی جالب بود اینه که حداقل مخالفت میکنن کارگرها با خصوصی کردن مجتمع بزرگی مثل همین کارخونه نیشکر هفت تپه. این یعنی لااقل که بخش کوچکی از کارگرها حداقل در مبارزه اقتصادیشون و حقوقیشون به اینجا رسیدن که به مضر بودن این واگذاری به اصطلاح مجتمع های عظیم صنعتی به بخش خصوصی در عمل لمسش کردن و آوردن جزو خواستاشون و مطالباتشون قرار دادن. این خیلی جالب است. حمایت کارگر اهواز و دیگران مثل زنان، دانشجویان، معلمان خیلی واقعا حمایت دلگرم کننده و درست و اصولی هست و یک کاش که این حمایت ها ادامه پیدا بکنه. بهتره حمایت اینه که ما اخبار صحیح و دقیق رو پخش بکنیم، به هیچ وجه به کمیت با ندیم، اغراق نکنیم، این خیلی مهمه، این ضربه میزنه، یا به نوعی طوری حرکت بکنیم که انگار اون وابستگی هایی به جایی داره. در مورد این کارزار، ما که اینجا زندگی میکنیم خب ممکنه کاری بتونیم بکنیم، ولی راستش روش مبارزه، تاکتیک مبارزه و چگونگی این کارزار در ایران توسط کسایی که آزاد شدن، شکنجه شدن، راستش از طرف من یا افرادی مثل من به نظرم درست نیست که توصیه معینی بشه. ما حمایت میتونیم بکنیم، اونا هستن که این مسائل توازن قوا رو تشخیص میدن که چه تاکتیکی باید اتخاذ بکنن، و منظورم همونایی که تو ایران هستن. مثلا مادر آتنا دائمی گفته من هم شکنجه شدم و من هم اعلام جرم میکنم، قشنگه، ولی اینکه دیگران هم بگن
یا نگن، من اینجا جرأت ندارم در این مورد حرفی بزنم، اونها خودشون تعیین باید بکنن، ولی ما میتونیم حامی باشیم و میتونیم به این جنبش بپیوندیم، چون ما اینجا خطر خاصی تهدید نمیکنه ما رو، و در این مورد میتونیم مستندتر حرف بزنیم، دقیق حرف بزنیم و بگیم که چه شکنجه هایی شدیم.